منابع محلی اعلام کردند شماری از استادان دانشگاه‌های مختلف کشور افغانستان در اعتراض به تعلیق تحصیل دختران توسط سنی‌های تندروی طالبان استعفا دادند. تعداد استادانی که استعفایشان را تاکنون اعلام کرده به 30 نفر می‌رسند. همزمان یک منبع معتبر در دانشگاه دولتی تخار هم گفت 9 نفر از استادان این دانشگاه استعفایشان را به ریاست این دانشگاه تحویل دادند، اما استعفایشان تا این لحظه تایید نشده است. تعلیق تحصیل دختران توسط طالبان اعتراض‌ها و واکنش‌های جهانی را در پی داشته است. در همین راستا گفتگویی داشتم با خانم کریم رحیمیار، فعال حقوق بشر، و از اساتیدی که به این موجه استعفا پیوسته و از ایشان درباره جزئیات این اقدام پرسیدم. بسم الله الرحمن الرحیم. واکنش تصمیم آخر طالبان مبنی بر تحصیل دختران شاهد موجه استعفای استادان دانشگاه بود. طبعا استادان پانتون افراد تحصیل کرده متخصص کادرهای مسلکی را تشکیل می‌دهند که واقعا با بسته شدن پانتون ها برای دختران واکنش سریع نشان دادند. طالبان با همه جور جفا که میخواهند رفته رفته میخواهند که به خواهش بیگانگان تحصیل و تعلیم را ریشکن بسازند. در ولایات مختلف عکسالعمل های شدید را مقابل این عمل طالبان نشان دادند که در ولایت نگرهار تمام محصول ذکور سنوف درسی را ترک کرده بودند و تا گفتند که تا شامل نشدن دختران به پانتون ما به سنوف خود بر نمیگردیم. استادای پانتون هم از ولایات مختلف استعفای خود را پیش کردن که تقریبا برای فعلا 28 نفر میشن و دختران محصل را حمایت کردن و یک تعداد خانم ها و فعالین حقوق زن و حقوق بشر و بعضی از نهادهای دیگر هم امروز با برگزاری محافل و کنفرانس ها با صدور خطنامه ها اینوانی ادارت سرپرست وزارت تحصیل وزارت و همچنان تحصیلات عالی صادر کردن که در کل همه در مقابل این عمل زشت انزجار زیاد را از خود نشان دادن. تشکر.